صبح یک روز کاری دیگر برای کارمندان موظف در بخش نظم بازار در شورولی کابل. قرار است تمام کراچی های دستی که نقاط مرکزی شهر را بی نظم کرده جمع‌آوری شود. این دقیق روند کار روزانه کارمندان و حتی می شود گفت مسئولان شورولی کابل است برای ایجاد نظم در شهر. به خاطر سد چوب میگن سد زوالا. آوردن نظم در بازار که دیده می شود از دید شهروندان هم پوشیده نیست. یعنی تقریبا افغانستان هم می خواهد که مثل کشورات دیدن پیاده رو کنار مسجد پل خشتی حسام الله را امروز متعجب ساخته است. 4 سال بعد از ترکیه به افغانستان کشورش و به کابل آمده. حسام الله می گوید کابل را متفاوت می بیند، گویی این شهر روان است به سوی معیاری شدن مثل کشورهای پیشرفته. تازه از ترکیه آمدیم، اولا قبلا از این مسیر تیر می شدیم، خیلی مسیر جوم و جوش بود، حالا فعلا نام خدا خیلی مسیر خوب شده، رفت آمد آدم را سیاسه را یا طفل هر کس می تونه راحت رفت آمد کنه، خوشحال هستیم. همین روند اگر ادامه بده انشاءالله افغانستان مثل کشورهای اروپایی واری مثل کشورهای پیشرفت داره میشه. در جایی که من همین لحظه استاد هستم، استاد شدن این گونه به سادگی تا یکی دو هفته قبل هم در این مسیر ساده نبود. این مسیر پیاده رو کنار مسجد پل خشتی شهر کابل است، یکی از مسجدهای تاریخی در شهر کابل، جایی که تجمع دستفروشان در این پیاده رو در گذشته گذشتن را دشوار ساخته بود. مسجد پل خشتی از اماکن تاریخی و به سطح جهان شهر است. گفته می شود در این اواخر بازدید کننده های خارجی بیشتر دارد. از این رو مقامات حکومت امارات اسلامی تصمیم گرفتند تا اطراف این مسجد را در قدم نخست از وجود بی‌نظمی ها پاککاری و بعد هم اقدام به زیباسازی آن نمایند. در آدم داده چه کن داده دا شاخ و رنگ همشی و حتی زین اول علما در خارج نو دستانی ملکون است که در اطلی نو ویل بیچه مون مسجد پل خشتی دزو التا با دوی تلار نوالا خو هم دا خبره از مسجد اغنماخ کارشی و کارش والا. از مرکز شهر آمدیم به ناحیه 11 بازار معروف لیسه مریم، جایی که در موارد گفته شده که نسبت به گذشته اینجا هم تغییر کرده. این موانی هست که از سرک پیاده رو جمع‌آوری شده. کراچی های دستی و وسایل که به نحوه در بی‌نظمی بازار لیسه مریم نقش داشت همه اینجا جمع‌آوری شدند. به جای آن در بازار لیسه مریم برای تمام دستفروشان یک نو و این گونه غرفه توزیع گردیده است. نوید احمد از فروشنده هاییست که کراچی دستیش را چند قبل شورولی کابل گرفت و به جای آن از سوی شورولی کابل این غرفه برایش توزیع شده. غرفه هایی که حالا کار را برای نوید احمد و سایر دست فروشان در این محل قانونی ساخته است و آنها خوشحالند. مزید بسیار خوب شده، بازار منظم است، باز حال خوب قانونی است، خوبتر از جا به جای هستیم، شب و ممیجی از روزم کارم خوب است. اکرام میگوید مدت است در کارش آرامش پیدا کرده، آرامشی که در گذشته کار غیر قانونی او در یک کراچی دستی ازش گرفته بود. شکر هزار بار از سابق قدر خیلی خوب شده است. از دوران که مارات آمده شکر خدا خوب شده، برای ما قانونی کار دادن. مثل اکرام و نوید احمد تمام دستفروشان بازار لیسه مریم از نظم بازار و توزیع غرفه ها برایشان از سوی شورولی کابل راضی به نظر می رسند. مسئولان در شورولی کابل می گویند حالا نسبت به سابق در روند کار و تنظیم بازار دست بازتر دارند. از این رو کارهای آنها راه بر جای برده است و نقاط مزدحم شهر منظم شده است. صبح شروع رسمیات الا ختم رسمیات و حتی بعد از ختم رسمیات هم ما به خاطر نظم شهری خصوصا ساحات تجارتی بازار لیزر مریم همه روزه فعالیت داریم و فعالیت ما ماشاءالله در اواخر خصوصا در 2 سال اخیر سال چشمگیر بوده و مردم از کار ما استقبال میکنه و راضی هستند. تقریبا در نزدیک به 2 سال اخیر نظم بازار بخش از دستاوردهای شورولی کابل به شمار می رود و مقامات در سطح رهبری شورولی کابل برای مبدل شدن کابل به یک شهر معیاری مصممند. وطن آباد و زخم نده وحد محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و